اهداف چیه؟ اهداف این انجمن چیه؟ خب معمولا توی اساسنامه های اینچنینی یه سری از اهداف کلیه و مثلا فرق زیادی نمیکنه بین این انجمن و انجمن های دیگه ای تو حوزه های حدودن این شکلی. به خصوص حالا من چون سابقه کار تو خانه سینما هم داشتم، بخشی از این فعالیت ها مثل فعالیت هایی که مثلا ما تو انجمن های کارفرمایی خود خانه سینما هم داریم. اما انجمن کارفرمایی اینه. کارفرمایی بله، چون مؤسسن در واقع اینا. اون بخشی که در واقع شاید مهم باشه گفتنش، پیگیری در واقع مسائل مشترک این مؤسساته، ارتباطشون با حاکمیت، ارتباطشون با مخاطبین خودشون و ارتباطشون با خودشون. در واقع اینا که بعضی از این موضوعات مستلزم نوشتن پیمان نامه جمعی کاره که یه پیمان نامه هایی در واقع تنظیم بشه بین در واقع مؤسسات زیربط که با هم به توافقاتی برسن. چون به هر حال این حرکت، در واقع منظورم پلتفرمایی که دارن سریال سازی میکنن، درسته که یه سابقه مثلا چند ساله داره تو کشور ما، ولی به شکل جدی شاید مثلا 2 ساله که یه خورده جدی دیگه به عنوان یک موضوع بسیار مهم دیگه دارن تلقی میشن. با بعضی از موضوعات ممکنه مواجه شده باشن و موضوعات مهمتری رو بعدن مواجه بشن باهاش که برای اینا ممکنه فکر زیادی نشده باشه. مثلا روابط فیما بین خود مؤسساتی که مثلا میخوان سریال بزنن. مثلا شما تصور کنید که 2 تا از این پلتفرما بخوان سریال هایی با یک موضوع مثلا واحد تولید بکنن بدون اینکه از هم خبر داشته باشن، یا ممکنه خبر هم داشته باشن و اینا همزمان هم بخواد عرضه بشه. خب ممکنه قاعده بازار بگه که به هر حال مؤسسات خصوصی هستن، اونجا هم که مخاطبین میتونن استفاده بکنن، اینم یه جور رقابت. ولی بعضی وقتا اینا ممکنه به ضرر همدیگه تموم بشه و در واقع بازار همدیگه رو خراب بکنن، یا افزایش بی‌رویه بعضی از دستمزدها که اینا یه پلتفرم ممکنه تشخیص بده که برای پیگیری امور خودش مثلا چقدر باید هزینه بکنه، در صورتی که این ممکنه لطمه بزنه به کل فعالیت و شغل و خیلی چیزهای دیگه. به همین دلیل خب معمولا انجمن‌ها میان این بخش‌ها رو پیگیری می‌کنن و مسائل در واقع ارتباطشون با حاکمیت هم خب مهمه. به هر حال الان موضوع فعالیت این پلتفرم ها خب مطرحه، یعنی شما هر روز یه خبری میشنوید که مثلا یه سریال دچار ممیزی شده، اون یکی دچار مسئله شده و بعضیا میگن که این ممیزی توی این سازمان چرا میشه، چرا اون تو اون یکی سازمان نمیشه. یه سری از سند هم وجود داره که مثلا به هر حال تلقی شده که این فعالیت‌ها صوت و تصویر فراگیر تلقی میشن، صوت و تصویر فراگیر هم در موردش فرمانی قبل‌تر صادر شده که اینا به تلویزیون برمیگرده. حالا آیا واقعا اینا صوت و تصویر فراگیر هستن یا نیستن یه بحث کارشناسیه و ممکنه نمایندگان مجلس دیدگاهی داشته باشن نسبت به این موضوع کمیسیون فرهنگی، چون این اتفاق افتاده دارم میگم. بله بله. توی دولت هم ممکنه نگاهی وجود داشته باشه، وزارت ارشاد توی دوره‌ای ممکنه تشخیص بده که حالا عافیت طلبی بکنه یا احساس بکنه که مثلا این اون موضوعی نیستش که به خاطرش باید بایسته و خیلی مثلا بره هر جایی که لازمه مجوزهای لازمه رو بگیره. اینا خب مسئله از هر کدومش، یعنی باعث میشه که ما با یه موجوداتی این وسط مواجه بشیم که هویتشون حالا دیگه دچار مسئله است. نمیدونن اون میگن که مجوزت از کجا باید بگیری، میگن که هم اینجا میتونه باشه هم اونجا، بعضیا میگن نه این یه خورده اونه، بعضیا میگن اون نیست این هست. یه سردرگمی که خب تو یک سال اخیر به نظر من بعضی از دوستانی که توی حوزه نهادهای حاکمیتی کار میکنن فکر میکنن خیلی روشنه، چون برای خودشون روشنه، ولی واقعیت این نیست. به خاطر فقط برای نشونش همین که خود این سردرگمی رو شما توی ممیزی ها میتونید متوجه بشید و خیلی از مسائل دیگه شون.